برخی از استادان و مسئولین مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر میگویند که در این اواخر شمار شاگردان و علاقمندی آنها برای یادگیری زبان انگلیسی و بخش‌های کامپیوتری بیشتر شده است. این استادان میگویند که تحول سیاسی در کشور و حاکمیت دوباره امارت اسلامی تأثیرات منفی را بالای روحیه همه خصوصا دانش آموزان گذاشت و روحیه آنها را برای تحصیل کمتر ساخت، اما در این اواخر علاقمندی آنها برای یادگیری دو برابر شده است. وقتی در یک جامعه تحول ایجاد میشه بالای روحیه و افکار تمام اعضای جامعه تأثیر خاص خود می داشته باشه، همین شکل در افغانستان وقتی تحول ایجاد شد، چون تحول کوچک هم نبود، بسیار جوانای جامعه متاسفانه مغشوش شدن و روحی خود از دست دادن، نمیدانستن که آیا تحصیل ادامه بدن و یا خیر. در ابتدا یک تاثیر بسیار بد گذاشته بود، ولی فعلا الحمدلله میبینیم که جوانا دوباره روحیه گرفتن و دوباره میخواین درسای خود ادامه بدن. قسمی که شما میفهمید زبان انگلیسی یکی از زبانهای معتبر دنیاست و از اهمیت زیاد برخوردار است. دانش آموزا بیشتر علاقمند هستند که زبان انگلیسی را فرا بگیرن، خصوصا برای کسایی که کشورهای خارج دارن، میخواین برن به بیرون از کشور سفر داشته باشن، و آنهایی که در روسیه ها اشتراک میکنن بیشتر دانش آموزان ما هستن که در اشتراک میکنن بر فراگیری زبان انگلیسی. و علاقمندی دانش آموزا خصوصا طبقه ناس فعلا در سطح کابل قسمی که ما شاهد هستیم بیشتر شده. با گذشت زمان نسبت به روزای اول که تحول آمده بود در افغانستان، حال دوباره انگیزه مردم بسیار خوب شده، دوباره مردم رو آوردن به تکنولوژی، چون عصر تکنولوژی است دیگه. مردم هم ناگزیر است که زندگی خود وابسته به تکنولوژی بسازن و علاقه مندیشون هم فعلا بسیار خوب است. و قسمی که شما هم صنفا را دیدین، در صنفای ما بسیار خوب است، شاگردا به علاقه مندی و به یک انگیزه خاص میان، تکنولوژی میخوانن به خاطر آینده خودشان، به خاطر آینده کشورشان دیگه فعلا زحمت میکشن. این استادان با اشاره به نقش زنان برای پیشرفت و ترقی کشور از امارت اسلامی خواستند تا هر چه زودتر برای تمام دختران اجازه رفتن به پوهنتون، مکتب و مراکز آموزشی را بدهد. خب فعلا میشه بگویم که کاملا مثل دوران جمهوریت تعداد زیاد شاگرد و صدها شاگرد و ده ها صنف ما داریم، اما متاسفانه میشه بگویم که 50% یه ارقام کم است. دلیلش هم این است که یک طبقه خاص یا خواهرای ما نمیتونن حضوری صنف ها را اشتراک بکنن. در غیر از او کاملا مثل زمان جمهوریت شاگرد ها و جوان های ما علاقه دارن که درس خود پیش ببرن، و اگر خواهرای ما هم برشان اجازه داده شود کاملا مثل زمان جمهوریت ما به همان تعداد شاگرد می داشته باشیم و حتی شاید شاگردهای بیشتر داشته باشیم. خب مشخصا اوناس نصف یک جامعه است دیگه، بی اوناس هیچ نوع پیشرفت را فکر نکنیم که ما مردا بتانیم به صورت تنهایی به دست بیاریم. خواست ما از امارت اسلامی همی است که آموختن علم به مرد و زن فرض است و هیچ کدام استثنایی در دین اسلام وجود نداره، با در نظر داشت شرایط شرعیش که باید دخترها هم پس دوباره درسای خودش رو بکنن. ما بسیار زیاد خوشبین از ایالت خود بودیم. شماری از جوانان دختر و پسر نیز با تاکید بر اهمیت آموزش زبان انگلیسی میگویند که برای آینده تحصیلی و کاری خود علاقمند یادگیری زبان انگلیسی و کامپیوتر میباشند. انگلیسی یک زبان بین‌المللی است، بدون از او یک زبان است که واقعا دلچسب و انگیزه دهنده است و همچنان شما را به یک دید جدید و دنیا وارد چمین باعث میشه. بیشتر اوقات انسان ها دوست دارن که زبان های بیشتر یاد بگیرن، چون وقت بیشتر زبان یاد بگیری علمت هم همچنان با زبان های بیشتر آشنا میشه و همچنان در یادگیری خواندن نوشتن و همچنان کتاب های دیگر بسیار با آسانی میتونی که بچن بگیری. طبعا وقتی که تحول به وجود آمد تمام دختران نسبتا دلسرد شدن از درس خواندن، اما دوباره کوشش کردیم خود را تقویت بکنیم و بیشتر از قبل علاقه ما نسبت به زبان انگلیسی و فرا گرفتن زبان انگلیسی بیشتر شده. آنها نیز از حکومت سرپرست میخواهند تا هر چه زودتر بر انتظارشان پایان داده و برای تمام دختران اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را بدهد. بخاطر از اینکه بعض از تحولات در کشور ما واقع شد و دخترها فعلا نه مکتب رفته میتونن، بعض از کورس ها هست که تا هنوز فعالیت دارن و دخترها رفته میتونن، خواستم همین است که دخترام حق تحصیل دارن
و مهمترین کاری است که بیشتر از بچه ها بالای دخترها تمرکز شده که درس بخوانند. خب طبعا خواست هر دختری که در چنین شرایط زندگی میکنه ای است که تا امارت اسلامی باید ازشان حمایت بکنه و اونا را دوباره برشون اجازه بده که برن به درس و تعلیم خود برسن. از امارت اسلامی ما این خواهش میکنیم وقتی که اسلام به مرد و زن یک حدیث است که در اسلام گفته است که طلب کردن علم یا یادگیری بر زن و مرد مسلمان فرض است. یعنی حدیث یعنی نگفته فقط مرد یا بچه، نگفته در هیچه گفته زر و مرد مسلمان. بس وقتی که تمام قوانین در یک کشور اسلامی اسلامی است، بس باید این قوانین هم اسلامی باشه. گفتنی است که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و در ادامه از رفتن به پوهنتون منع شدند. با این حال اما در این اواخر برای دختران در کابل اجازه رفتن به مراکز آموزشی با رعایت حجاب اسلامی و صنف‌های جداگانه داده شده است. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.